صدایی که از آسمونا میاد، ندایی که عشق و محبت داره، میگه اون کسی از همه بهتره که بیشتر با مردم صداقت داره. باید متصل شه دلامون به هم، مبادا که کینه توشون جا بشه. دلامون مثل پنجره است و باید همیشه به رو هم دیگه وا بشه. مبادا فراموش کنی مهدی رو که ما از همون ابتدا بسته ایم. برامون مهم باشه تو زندگی قراری رو که با خدا بسته ایم. نه تو جمع دوستانه که پشت سر، که عیبامون رو تو گوشه هم بگیم، واسه این که نزدیک بشه دلامون واسه هم دیگه مثل آینه بشین. نه تو جمع دوستانه که پشت سر، که عیبامون رو تو گوشه هم بگیم، واسه این که نزدیک بشه دلامون واسه هم دیگه مثل آینه بشین. نور عطرت آمد از آینم، کیست در غار حرای سینم؟ رگ رگم پیغام احمد میدهد، سینم بوی محمد میدهد. به نام یک تا خالق هستی و معلم گیتی به پنجره خوش اومدیم. عید فرخنده و مبارک مبعث رو خدمت شما دوستای عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم در این ایام عید همیشه گل خنده بر روی لباتون باشه. امروز که برنامه‌مون رو به میمنت و مبارکین عید بزرگ متبرک کردیم، بد نیست مبحث برنامه‌مون رو حول همین موضوع پیش ببریم. خوشم میاد گلکاری حرف نداره، الحق که یه دونه ای. تعلیم و تعلم از شؤون الهیست و خداوند این محبت را به پیامبران و اولیای پاک خودش ارزونی نمود تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزه. و این چنین شد که تعلیم و تعلم به صورت سنت حسنه آفرینش در اومد و انسان نیز با پذیرش این مسئولیت بزرگ نام خودش را در قالب واژه مقدس معلم ثبت نمود. معلم ایمان رو بر لوح جان و ضمیرهای پاک حک میکنه و ندای فطرت رو به گوش همه میرسونه، درست مثل حضرت محمد صلی الله که در چنین روزی به این مقام رفیع مبعوث و به پیامبری برگزیده شد. معلم سیاهی جهل رو از صفحه دل پاک میکنه و زلال دانایی رو در درون بشر چون چشمه پاک جاری میسازه. وظیفه خطیر اما در عین حال سازنده و شیرین. همینه که میگی معلمی شغل نیست، معلمی عشق است، ذوق و هنر و توانمندی است. باید عاشق بود تا در این بستر بمانی، باید عاشق بود که سختی‌های راه را به جان بخری. عاشق انسانیت، رشد و بالندگی و محبت، برای همینه که در قرآن کریم به عنوان جلوه‌ای از قدرت لایزال الهی ویژه ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی است. و در نخستین آیاتی که در غار حرا بر قلب مبارک پیامبر اکرم صلی الله نازل شد به این هنر خداوند اشاره شده. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. بخوان به نام پروردگارت که جهانیان را آفرید و به نام کسی که انسان را از خون بسته سرشت. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. و پروردگارت کریم ترین است، همان که آموخت با قلم، آموخت به انسان آنچه را که نمی دانست. در این آیات خداوند خود را معلم می خواند و جالب این که معلم بودن خود را بعد از آفرینش پیشیده ترین و بهترین شاهکار خلقت یعنی انسان آورده است. اما همه این مقدمات رو آوردیم تا برسیم به اصل مطلب، یعنی احترام و بزرگداشت معلم. فکر کنم دیگه کاملا معلوم شد که معلمی چه شغل ارزشمند و مقدسیه. پس همونطور که خدا رو مورد ستایش قرار میدیم، باید قدرشناس و قدردان زحمت‌های معلمامون هم باشیم. آرشان یه قسمت از برنامه رو ببینیم و برگردیم راجعش بیشتر صحبت کنیم. با ما همراه باشید. حضرت امام کاظم علیه السلام فرمودند
عالم را به جهت علم و دانشی که دارد تعظیم و احترام نما و با او منازعه و جدال منما. خیلی خوش اومدیم. شرافت و مرتبت معلم زمانی اهمیت داره که بتونه شأن خداوند و پیامبران رو در وجود خودش محقق سازه و پیوند انسان رو به هدف متعالی خلقت یعنی عبادت برقرار کنه. معلم باید نیروی فکری متعلم رو پرورش بده و اونو به سوی استقلال رهنمون سازه. پس یه معلم واقعی و به حق باید قوه ابتکار داشته باشه. چه جالب، این حرفت منو یاد یه داستان خیلی قشنگی انداخت. ببین کاراتو، داستانا رو من بیشتر تعریف می‌کردم. من و تو نداریم که، اما داستان. چهار تا رفیق بعد از سالها به دیدن یکی از معلماشون میرن. اما بعد از گپ و گفتگوی خیلی کوتاهی، بس به گله و شکایت و استرس و مشکلات ناشی از کار و زندگی و خیلی چیزای دیگه کشیده میشه. و هر کدوم از رفقا چیزی گفتن. من این داستانو میدونم. من میشم معلم. ادامه بده. باشه، اما ادامه ای داستان. معلم برای پذیرایی از بچه‌ها به آشپزخونه رفت و بعد از مدتی با یه قوری چینی و یه سینی که توش چند تا لیوان بود، لیوانای سرامیکی، پلاستیکی، کریستال که بعضیاشون ساده بودن، بعضیاشون هم گران قیمت، برگشت و سینی روی میز گذاشت. بچه‌ها بفرمایید، لطفاً خودتون پذیرایی کنید. بعد از اینکه همه بچه‌ها برای خودشون رفتن چای ریختن، معلم گفت: اگه دقت کرده باشید همه شما لیوانای گرون قیمت و زیبا رو برداشتید و لیوانای ساده و ارزون توی سینی باقی موندن. همه داشتن با تعجب به همدیگه نگاه میکردن. تعجب نکنید، البته این امر برای شما طبیعی و بدیهی است، اما سرچشمه همه استرس ها و مشکلات شما همینه. بله آرشان، همه حیرت زده مونده بودن که منظور معلم از این کار چی بود، که معلم ادامه داد: شما فقط بهترین ها رو برای خودتون میخواید. قصد اصلی شما فقط نوشیدن چای بود، اما کاملا آگاهانه تو لیوانهای بهتر رو انتخاب کردید و البته در این حین به اون چه که بقیه برداشتن هم توجه داشتین. به این ترتیب اگه زندگی رو چایی فرض کنیم، شغل، پول، موقعیت اجتماعی و خیلی چیزای دیگه همه لیوانهای متعدد هستن، همون لیوانهای متعدد هستن. در واقع اینا فقط ابزاری هستن برای حفظ و نگهداری زندگی، در حالی که کیفیت زندگی در اونا فرقی نخواهد داشت. گاهی اونقدر حواس ما به لیوانهایی که اصلا طعم و مزه چایی درونش رو نمیفهمیم. پس عزیزان من، حواستون به لیوانها پرت نشه. سعی کنید توی نوشیدن اون چایی تموم لذتش رو ببرید. این معلم با انجام یه نمایش ابتکاری تونست درس خیلی بزرگی به شاگرداش بده. بنابراین تونست مسئولیت خودش رو به نحو احسن انجام بده و چنین معلمی قابل تقدیر و ستایشه. خواهش میکنم، بیشتر از این خجالت هم ندید. جوگیر شدی یا؟ میدونی اولی معلم های ما چه کسایی هستن؟ البته، اونایی که از اول نقش تعلیم و تربیت ما رو به عهده گرفتن و کسی نیستن جز پدر و مادرها. پس خانواده هم نقش مهمی در تربیت و تعلیم فرزنداشون بر عهده دارن. بنابراین از این قاعده مستثنا نیستن و شاید یه دلیل مهمی که گفته شد احترام به مادر واجبه همین مسئله باشه. از همینجا دست همه اساتید و معلمان بزرگوارمون رو میبوسیم و وجود پر افتخارشون رو ارج مینهیم. با پنجره همراه ما باشیم. سلام، به آیتم آیا میدانید خوش آمدید. آیا میدانید اگر به طور مداوم 8 سال 7 ماه و 6 روز فریاد بزنید، انرژی صوتی که مصرف کردید میتواند گرمای لازم برای یک فنجان قهوه را تولید کند؟
آیا میدانید شیشه در ظاهر جامد است ولی در واقع مایه ای است که خیلی کند حرکت میکند؟ آیا میدانید فقط با از دست دادن یک دست از آب بدن احساس تشنگی میکنیم؟ با ما همراه باشید. به بخش کارشناسی برنامه خوش اومدین. در خدمت کارشناس عزیزمون هستیم. خیر مقدم عرض میکنم. زنده باشید. خواهش میکنم. زنده باشید. خدا حفظتون کنه. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بچه‌ها و مبعث پیامبر اسلام رو تبریک عرض. خیلی ممنون. عزیزان بیننده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین مبعث پیامبر عزیز و بزرگوار اسلام و بزرگترین معلم بشریت رو خدمت شما عزیزان هم تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم انشالله وقت داشته باشید و حوصله داشته باشید و برنامه ما رو پیگیری کنید. در خدمت شما هستیم. بریم سر اصل موضوع و سوالات. در خدمت به نظر شما یه معلم توانمند چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه تا بتونه به تمام وظایفش عمل کنه؟ البته اگر بخوایم تخصصی بحث کنیم که انصافا خیلی مفصل میشه. حالا مخصوصا هم که ما دیگه توی این زمینه بالاخره اقداری به نتیجه. پس بنابراین من خیلی مختصر و مفید عرض میکنم و ببینید علاوه بر اون عشق و علاقه معلمی که در وجود یک معلم باید باشه، علمی که باید داشته باشه و علاوه بر خود ساخته بودن، چون آقا امیرالمومنین میفرماید کسی که میخواد معلم باشه باید اول از خودش شروع کنه. بله. علاوه بر این مسائل که خدمتون عرض کردم، یک معلم باید دلسوز هم باشه، ولی به نظر حقیر دو تا بحثه که باز خیلی مهمه توی یعنی در این مقوله اگر بخوایم وارد بشیم، دو مبحث خیلی مهمه به نظر بنده. یکی بحث ارتباط مؤثر یک معلم در هر سطحی. شما فکر نکنید، البته حالا درسته که به صورت معلم به ذهن من و شما خب اولین چیزی که مطرح میشه بحث آموزش و نمیدونم معلم فرض کنید ابتدایی و نمیدونم دبیرستان و دانشگاه و الی آخر. معلم اول ابتدایی اومد الان تو ذهنتون. در صورتی که واقعا مطلب هر کدوم از ما در جامعه میتونیم یک معلم باشیم، پدر و مادر که اولین معلمای ما هستن، اگر این دو خصوصیت رو داشته باشن به نظر من افراد موفقی هستن. یک، ارتباط مؤثر، یعنی با اون افرادی که حالا فرض بفرمایید همون چیزی که تو ذهن شما اومده به عنوان یک معلمی که میخوایم تو مدرسه درس بدیم، اگر ارتباط مؤثر نداشته باشیم قطعا معلم موفقی نخواهیم بود. بله. ارتباط مؤثر یعنی این که با اون افرادی که در ارتباط هستیم رفاقت داشته باشیم، بیگانه نباشن. درسته. از هم دیگه و خیلی با هم احساس نزدیکی و راحتی داشته باشن. دیگه حالا بیشتر وارد بحث نمیشم. بحث دوم، قدرت مدیریت کلاسه. یعنی یک معلم خوب در این حالی که رفاقت داره با بچه ها باید یک پرده ای از حالا بگیم حیا باشه، دریده نشه، یعنی به اونجا نرسه که خدایی نکرده افرادی به خودشون اجازه بدن که سوء استفاده کنن. این مدیریت و اون ارتباط مؤثره میتونه یک معلم رو موفق کنه. گفتم علاوه بر داشتن صفاتی مثل دلسوز بودن، واقعا داشتن علم، عاشق بودن، اصلا یک معلم، چون معلمی واقعا هنره، معلمی فنه، یعنی اینطور نیست که حالا آدم یه چیزی رو یاد بگیره بعد بره اینو منتقل کنه. واقعا عشق و علاقه، واقعا باید عشق و علاقه داشته باشه تا بتونه با بچه ها ارتباط مؤثر برقرار کنه. حالا نقش ما چطور؟ ما چطور میتونیم نهایت احترام از یک معلم به جا بیاریم؟ زبوسیدنی های این روزگار یکی هم بود دست آموزگار. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید که من علمنی حرفا قد سیرنی عبدا. کسی که یک کلمه به من بیاموزه، یک جمله حالا بگیم، یک علم به من بیاموزد، من رو تا ابد بنده خودش قرار داده. جالبه که این عبارت از پیامبر اکرم هم هست و این انصافا نشون دهنده اینه که چقدر دین ما به علم و جایگاه و جایگاه معلم ارزش قائله. البته میدونید شما ماشاءالله جوانای امروز دیگه همه افراد با اطلاعی هستید. الان در بعضی از کشورها که من حالا نیت ندارم نام ببرم، دلیل پیشرفت فوق العاده شون به خاطر احترام فوق العاده ای هست که به معلم میذارن. آیا احترام یعنی فقط جلوی دولا و راست میشن فقط تواضع میکنن؟ نه،
احترام عملی، ارزش واقعی ارزش معلم رو میدونه. احسنت. حالا در این زمینه حالا ما چه کار باید بکنیم؟ یه مقدار بحثش مفصله. من اجازه میخوام که از فرمایشات آقا ائمه اطهار و به خصوص آقای امام سجاد استفاده کنم. یه حدیث هم البته از آقای امام صادق سلام الله علیه هست که حضرت میفرماید که در مقابل معلم باید تواضع کرد. حالا این تواضع خیلی معنا داره و خیلی حرف داره. و یک روایت داریم که میفرمایند سه نفر نقش پدری بر حق پدری برگردنت رو دارن. یکی پدری که ابون ولدت که اون کسی که شما رو به دنیا آورده، به هر حال پدرهای ما. دو معلم فرمود ابون علمت که اون پدری که اون کسی که به تو آموزش داد و به اصطلاح نقش تعلیم تو رو داشت، اون هم نقش پدری داره. و آقای امام سجاد سلام الله علیه میفرماید که حق معلم آن است که به او احترام بگذاری. خب طبیعی هم هست احترام، خب و در حضورش سنگین و باوقار باشی. دیدید بعضی خب متاسفانه شأن معلم رو رعایت نمی کنن، جلف بازی هایی دارن، مسائلی دارن. خب اینا در اصل ضمن این که شخصیت خود آدم واقعا نشون داده میشه، ولی یه نوع بی احترامی هم به معلم هست. درجه اول که اون شخص شخصیت خودش واقعا قطعاً این که یک واقعیته، قطعاً همینطوره. بعد حضرت میفرمایند که با دقت به صحبت‌های یک معلم گوش بدی. حالا این با دقت گوش دادن من رو یاد بازی خاطره ای انداخت که تو یکی از این کلاس‌ها یک بنده خدای خاطره ای تعریف می‌کرد و میگفت که ما بچه که بودیم، حالا مثلا کوچیک‌تر که بودیم، میگفت بالاخره یک معلم بسیار تأثیرگذار عجیب داشتیم. خیلی خیلی خلاصه میگفت یک بار همون اوایل سال درسی داد و این درس رو سه بار تکرار کرد و در نهایت گفت که بچه ها کی درس رو یاد نگرفته؟ میگفت سه نفر بودیم، یکی من و دو تا از دوستان دیگه مون که مقدار بازیگوش بودیم، گفتیم که درس رو متوجه نشد. میگه معلم که به ما گفت تشریف بیارید پای تخته و حالا البته اینا ابتدایی هم بودن، میگه و در همون حال از کیفش یک چوب ورد بیرون. میگفت ما همه ترسیدیم، فکر کردیم که میخواد ما رو تنبیه کنه، ولی با کمال تعجب چوب رو داد دست به اصطلاح من و گفت که بزن کف دست من، چون من درست درس ندادم. میگه هر کار من کردم معلم خیلی اصرار کرد. میگه دیگه حالا ما هم زدیم و گفت نه محکمتر. به هر تقدیر میگفت یه چند تا که چوب من زدم گفت بده به بغلی و دومی به اصطلاح به دومی درسته. گفت شما چوب بزن. میگفت کل کلاس اصلا یک حالت خاصی به وجود اومده بود. خب بچه ها کم سن و سال و به هر حال یک خانم معلم بود داره کتک میخوره به خاطر چی؟ میگفت دومی وقتی که چوب رو معلم بهش اصرار کرد که منو بزن، میگه بی اختیار شروع کرد به گریه کردن. میگه گریه این دوست ما کل کلاس رو به گریه انداخت. بعد خلاصه دوستم گفت نه خانم به خدا من خودم مقصرم، مثلا بازیگوشی کردیم گوش نکردیم. و از اون به بعد میگفت حالا این حرکت معلم باعث شد که کل ما واقعا هر وقت که این معلم درس میاد با جون و دل گوش کنیم. واقعا چه معلم دلسوزی، معلم جالبی بوده. حالا منظور آقای امام سجاد میفرمایند که یکی از حقوق معلم اینه که وقتی درس میده درست گوش بدی، خوب گوش بدی. و همچنین حضرت میفرمایند که در محضرش سخن نگویی. همون به اصطلاح در اصل وقتی شما خوب گوش بدی طبیعیه که صحبت هم نمیتونی بکنی، اما خب فرمایش آقای امام سجاده. حضرت میفرمایند که اگر در پشت سرش کسی از او بدگویی کرد شما ازش دفاع کنی. و همچنین البته مطالب یه مقدار زیاد هست، من به همین مقدار اکتفا میکنم، عیبهاش رو بپوشی. حالا ببینید تأثیر معلم واقعا چقدر زیاده. اگر ما برای معلم احترام قائل باشیم و اگر معلمی با اون خصوصیاتی که قبلا گفتم واقعا بتونه تأثیر گذار باشه، کلاس رو درست اداره کنه، علم رو درست برسونه. خیلی در این زمینه بحث هست که واقعا باز نمیخوام وارد بشم، فقط الان حیفم اومد یه خاطره یادم اومد که این رو نگم. عزیزان استفاده کنید از مباحث تاریخی، خیلی مطلب تو تاریخ هست. انوشیروان خیلی در بارش صحبت هست، یه عده او رو کوبیدن یه عده تعریف کردن، اما این یه واقعیتیه که به عدالت شهره بود انوشیروان. وقتی که از او پرسیدن چه چیز باعث شد تو این حالت درت این ملکه به وجود بیاد، گفت معلم من تأثیر گذار بود. و البته داستانش هم مفصل، بسیار مختصر عرض میکنم. به این صورت بود که معلم میگه یک روز من با اینکه درسم رو خیلی خوب جواب داده بودم، میگه اون به جای اینکه به من پاداش بده و من رو تشویق کنه، من رو تنبیه کرد.
میگه من اومدم خونه و به پدرم گفتم، خب شاهزاده بوده، پدرش هم شاه بوده. میگه پدرم گفت که معلم هر کاری کرده قطعا دلیلی داشته. میگه دیدم خب پدرم هم از من حمایت نکرد، این بغض و کینه معلم در دل من موند و با خودم عهد کردم اگر روزی به قدرت رسیدم و این معلم زنده بود از او انتقام سختی بگیرم. میگه اتفاقا من وقتی که به پادشاهی رسیدم این معلم زنده بود، دستور دادم بیارنش. وقتی آوردنش با پیر فرتوتی شده بود. میگه که گفتم میدونی چرا تو را خواستم؟ گفت نه، لابد من رو خواستی که از من تقدیر و تشکر کنی، بالاخره الان به این مقام رسیدی، منم معلمت بودم. میگه که گفتم نه، یادت اون روزی که به من اون ظلم رو کردی تا الان من در وجودم قرار داره، اون ظلمی که تو نسبت من کردی و فراموش نکردم، اووردم تو رو که الان ازت انتقام بگیرم. معلم گفت بله من درست پیر شدم ولی حافظه خیلی خوبی دارم، اما نمیپرسید من چرا این کار رو کردم؟ گفت چرا، اتفاقا دوست دارم به من جوابش رو بدی، چرا این کار رو کردی؟ تو میدونستی که من جواب رو درست دادم، چرا من رو ظلم کردی به من؟ به جای اینکه به من تشویق کنی و پاداش بدی من رو تنبیه کرد. معلم گفت برای اینکه بعد از سالها تو هنوز که هنوزه ظلم رو فراموش نکردی. من با خودم فکر کردم تو ولیعهد هستی و روزی به قدرت خواهی رسید، چه کنم که مزه ظلم رو به تو بچشونم که به مردمت ظلم نکنی؟ چه درس قشنگ و زیبایی بود. یعنی ببینید چقدر باید یه معلم هنر داشته باشه. انوشیروان یک فکری کرد و گفت آفرین، واقعا همینطوره. به او گفت جایزه بدید و او رو با احترام راهی کرد. بحث بر سر اینه که بحثایی که در رابطه با تاثیرگذاری معلم ها بوده در تاریخ و تو همین، حتی همین ایامی که الان ما در خدمتتون هستیم، همین الان چندین داستان بسیار زیبا در ذهن من هست، ولی خب متاسفانه وقت اجازه نمیده. چرا شهیدی، چطور میتونیم از زندگیمون درس بگیریم، از اون عبرت بگیریم؟ ببینید از زندگی من، البته باز به دلیل وقت، به دلیل ضیق وقت، به سه مطلب فقط اشاره میکنم. یک، خوندن خاطرات و زندگی بزرگان. این مطلب بسیار مهمیه که اتفاقا به مناسبت آقا امیرالمومنین به فرزندشون میفرماید تاریخ گذشتگان رو بخون و از اشتباهات اونها درس بگیر. و ببینید طبیعیه دیگه، ما وقتی که میخونیم آقای، یک آقایی که موفق شده به یک مراحلی رسیده، خب چه اشتباهاتی داشته، چه مسائلی داشته باشه، و طبیعتاً اون اشتباهات رو تکرار نمی‌کنیم و درس می‌گیریم. دو، این رو بدونیم تمام شکست‌های زندگی که برای ما به وجود میاد بهترین معلم این روزگار هستند، و این رو ما بدونیم که او رو شکست ندونیم، بلکه واقعاً به هر حادثه تلخی، هر شکستی برای ما به وجود میاد، ما دیدمون رو نسبت به اون عوض کنیم. یعنی احساس کنیم این میتونه واقعا به مثابه یک معلم باشه، این حادثه، این وضعیت، و از اون درس بگیریم، پلی باشه برای رسیدن به واقعا همینطور. بله آقای شهیدی، نقش ما در تعلیم و تعلم چیه؟ یعنی ما هم نقشی داریم، باید کاری انجام خب بدیم؟ خب قطعاً. ببینید عزیزان، ما به صورت بسیار مختصر و مفید سه مطلب رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. یک، واقعا همیشه خودمون رو فارغ التحصیل ندونیم، همیشه به دنبال علم آموزی باشیم، ز گهواره تا گور دانش بجو. یه کاری که انجام دادیم دوباره، این خیلی مطلب مهمه، یه کار دیگه، یه علم دیگه، یک مطلب دیگه، چون هر روز علم جدیدی داره به وجود بیاد و نیاز بشر اینه. مطلب دوم این که واقعا زکات العلم نشرو، سعی کنیم تا اونجایی که ممکنه اون چیزی رو که یاد میگیریم به دیگران هم یاد بدیم. و این رو هم بدونید تا ما اون چیزی رو که بلدیم به دیگران ندیم، چیز جدیدی گیرمون نمیاد. یعنی تا شما اون کوزه ای رو که پره، اون لیوانی که پره تا خالی نشه، دوباره در او آبی نخواهد. دقیقا مثلا برکت مال و ثروت، این هم قطعاً برکت علم. و من فکر میکنم یه مطلبی هم که از همه ما برمیاد تشویق دیگرانه. کلام خیلی مؤثره. یعنی واقعا ما میتونیم عزیزانمون، بعضی وقتا شما فکر نکنید، خودتون رو دست کم نگیرید، به هر انسانی میرسید و میبینید که امکان این رو داره بره به دنبال علم آموزی و از علم استفاده کنه، حالا حتی اگر اینکه نیازی حتما مدرسه بره، میتونه مطالعه داشته باشه، میتونه از فضای مجازی استفاده کنه، میتونه در بعضی از کارگاه‌ها ثبت نام کنه، بعضی از علومی که میتونه زندگیش رو تغییر بده،
تشویقش کنید. افرادی که سنشون رفته بالا خیلی بهشون میگن نه تو نمیتونی بری علم جدید یاد بگیری. شما تشویقشون کنید و قطعا میتونه اثرگذار باشه. خیلی ممنونیم، لطف کردین. اما یه نتیجه گیری کلی بفرمایید. پس به طور کلی عرض کردیم معلم بسیار جایگاه ویژه‌ای داره. در تقدیر و تشکر از معلم عرض کردیم که آقا امیرالمومنین و پیامبر فرمودن هر کس به من کلمه‌ای بیاموزه من رو بنده خود قرار داده. امام صادق فرمودن که در مقابل معلم تواضع کن. پاداش‌های فوق‌العاده ائمه به معلم‌ها می‌دادن. حالا نمونه بارزش که شاید خیلی عزیزان شنیده باشن داستان علم‌آموزی که معلمی که قرآن یاد داد به آقا علی اکبر و در ازا آقا سید الشهدا هدایای بسیار نفیسی رو برای او به عنوان هدیه فرستاد. و همچنین مطلب بعدی، ما خودمون هم میتونیم تاثیرگذار باشیم، هم همواره به دنبال علم آموزی باشیم و اگر هم چیزی بلدیم به دیگران یاد بدیم. ضمن این که عرض کردیم میتواند زندگی و روزگار هم معلم ما باشد. یکی این که شکست هایی که به وجود میاد و دیدن پیروزی های دیگران و حتی شکست های دیگران و همچنین خواندن و مطالعه سرگذشت افرادی که حالا موفق بودن و به این وسیله میتونیم از درسی که اونها در زندگی گرفتن ما هم درس بگیریم. ممنونیم، استفاده کردیم. از زلال وجود معلم نهرهای تشنه دانش در کویر دانایی سیراب میشوند و بذرهای علم و دانش جوانه میزند. و چقدر زیباست که ما نیز سعی کنیم به گونه‌ای تعلیم دهنده باشیم. با بخش های بعدی برنامه با ما همراه باشید. به آیتم تکنولوژی خوش اومدید. با خبرهای جدید دنیای فناوری و اطلاعات در خدمت شما عزیزان هستیم. فعالان فضای مجازی، مخصوصا اونهایی که یه مقداری سنشون بالاتره، یقینا یادشون هست که به عنوان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی همه ما فیسبوک رو میشناختیم و البته الان هم میشناسیم، اما تازگی‌ها به خاطر فعالیت و گسترش خیلی زیاد شبکه‌هایی مثل تلگرام و اینستاگرام یه مقداری از این محبوبیت کم شده. اما باید این رو اعتراف کنیم که امکاناتی که فیسبوک در اختیار ما میذاره یه جورایی تقریبا قابل مقایسه با امکانات تلگرام و اینستاگرام نیست. بله، مثلا نظرسنجی یا مثلا راه انداختن پیج‌های اختصاصی و اینکه مثلا ما با محدودیت کلیپ‌های 15 ثانیه‌ای در اینستاگرام مواجه هستیم ولی در فیسبوک همچین محدودیتی نداریم. مثلا در اینستاگرام نمیتونیم متن بذاریم ولی در فیسبوک میتونیم همچین کاری انجام بدیم. و البته فضای تلگرام یک فضای چت بیسه، یعنی کلن بر اساس گپ و گفت صورت میگیره، اما فضای فیسبوک یه حالت نمایه‌ای و پروفایلی داره. درست. به خاطر همین کمپانی و شرکت فیسبوک به این فکر افتاده که دوباره طرفداران رو به سمت خودش جذب کنه و این راه جذب چیزی نیست جز جز پول. بله، پول. شرکت فیسبوک پیشنهاد داده که به هر طریقی که شده کاربرهاش میتونن از طریق فعالیت توی این نرم افزار و توی این فضای مجازی کسب درآمد کنن. خب همه ما میدونیم بعضی از افراد به خاطر اینکه چهره سیاسی هستن، چهره رسانه‌ای هستن، چهره هنری هستن یا به هر طریقی محبوب و معروف و مشهورند، طرفدارانی دارند و به خاطر اینکه اونها طرفداران بیشتری دارند، پست‌هایی که اونها میذارن اهم از متن، تصویر یا فیلم و صدا، خب بازدیدکننده بیشتری داره. چقدر جالبه که اونها میتونن با دریافت هر لایک درآمدی هم کسب بکنن. بله، چون اونها افراد تاثیرگذارند. حالا شاید شما آدم زیاد معروفی نباشید ولی میتونید با دنبال کردن یک سری از اخبار و تبلیغات بعضی از شرکت ها شما هم کسب درآمد کنید. یعنی چی؟ یعنی که مثلا شرکت X تبلیغ خودش رو در فضای فیسبوک پخش میکنه و شما که دنبال اون تبلیغ میرید و به واسطه اون تبلیغ
جنسی رو می‌خرید تخفیفی می‌گیرید یا اینکه اصلا یک درآمد جداگونه ای دارید. حالا مسئله اینجاست که قراره با بالا رفتن تعداد طرفداران این شبکه مجازی و این فضای مجازی چه چیزی به فیسبوک برسه. یه مقداری در مورد این قضیه فکر بکنیم بد نیست، چون در هر صورت این همه امکانات به صورت رایگان در اختیار ما قرار بگیره یه خورده جای بحث هست. از اینکه با ما همراه هستید ممنونیم، همچنان با ما باشید. از اینکه همچنان با ما همراه هستید در تکنولوژی بسیار ممنون و سپاسگزاریم. تقریبا اکثر ماها با وسایل الکترونیکی در طول شبانه روز درگیریم، حالا میخواد تلویزیون باشه، میخواد مانیتور کامپیوتر باشه، لپتاپ، تبلت و همین همین تلفن‌های همراه، همین موبایل‌ها که دیگه یه جوری میتونم بگم به ماها چسبیده، از ما جدا نمیشه. و به خاطر اینکه ما به صورت شبانه روزی داریم با این وسایل کار میکنیم، بعد از یه مدتی خودمون خستگی چشممون رو درک میکنیم، درست؟ و خبر بعد این که این خستگی چشم و این کار کردن زیاد با تلفن همراه و خیره شدن به صفحه نورانی موبایل میتونه نشانگر ضعف بینایی ما باشه، یعنی میتونه یه مقدمه باشه برای بیماری های مختلف که حداقل اون بالا رفتن نمره چشم و نیازمند شدن به عینک. این قضیه در مورد بچه‌ها و خردسال‌ها خیلی بدتر و خیلی بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه اونها تا یه حدودی بعضی از مسائل رو متوجه نمیشن. بچه‌ها جذب یک بازی کامپیوتری میشن و ساعت‌ها خیره میمونن به صفحه تبلت یا موبایل. از طرفی عضلات چشم بچه‌ها خیلی ضعیف‌تر از عضلات چشم بزرگتر هست. به خاطر همین چشم‌های اونها آسیب‌پذیرتره و اونها رو خیلی ضعیف‌تر می‌کنه. شرکت سامسونگ برای این مشکل خطرناک که یقین دارم شما رو نگران کرده یه راه حل خیلی جالب ارائه کرده، سامسونگ سیفتی اسکرین که به اختصار SSS نامیده میشه. به وسیله این نرم افزار که روی سیستم عامل های اندروید 4 و 3 به بالا نصب میشه، شما میتونید همیشه فاصله قانونی رو با تلفن همراه یا تبلتتون حفظ بکنید. فکر کنم دارید کم کم متوجه میشید که این نرم افزار چجوری کار میکنه. بذارید براتون توضیح بدم. زمانی که این نرم افزار رو روی موبایلتون نصب میکنید، از همون ابتدا دوربین جلوی موبایل شما و تبلت شما رو روشن میکنه. خب میدونید دیگه اکثر موبایل های جدید که نه، همه موبایل جدید لنز دوم یا همون لنز سلفی دارن که میتونیم به وسیله اون از خودمون عکس بگیریم یا در مکالمه های تصویری از اونها استفاده بکنیم. در اولین لحظه اون موبایل، اون نرم افزار روی موبایل ما قرار میگیره و از ما میخواد که در فاصله قانونی از خودمون یه عکس بگیریم، درست؟ اون سایز صورت ما و چهره ما رو اندازه گیری میکنه و اون رو به عنوان اندازه استاندارد در نظر میگیره. از این به بعد لنز جلوی موبایل ما همیشه روشنه. به خاطر همین به محض اینکه فاصله موبایل تبلت از یه حدی نزدیکتر بشه و کمتر بشه به صورت ما، این نرم افزار رو هشدار میده و از ما میخواد که فاصله رو دوباره بیشتر بکنیم. خیلی جالبه ها، میتونیم اعتماد بکنیم به این نرم افزار که حداقل اون مراقب چشمای ما باشه، چون که ما که مراقب چشمای خودمون نیستیم. امیدوارم که فرهنگ استفاده از تکنولوژی مثل خود تکنولوژی وارد زندگی ما بشه. ممنون که با ما هستید. همچنان با تکنولوژی مهمون شما عزیزان هستیم. دیگه تقریبا میتونم بگم که همه ما کار کردن با کامپیوتر رو یه جورایی تجربه کردیم و اگر مستقیم هم با کامپیوتر در ارتباط نیستیم، میدونیم که خیلی از کارها رو خیلی بهتره که با کامپیوتر انجام بدیم و در مورد بعضی از مسائل اصلا مجبوریم که از رایانه‌ها و کامپیوترها استفاده بکنیم. در مورد مسائل محاسباتی سنگین، در مورد طراحی‌های بسیار عجیب، ما بالاخره مجبوریم که در خیلی از فضاها از کامپیوتر استفاده بکنیم، درست؟ از طرفی هم به خاطر اینکه کامپیوتر رو در منزلمون داشته باشیم، در محل کارمون، در محل تحصیلمون بتونیم از اون استفاده بکنیم، مجبوریم که یک جایگاه، یک میز داشته باشیم تا بتونیم اون رو قرار بدیم و کامپیوتر رو روی اون بذاریم. اینم که خیلی واضحه. اما تصور بکنید که خیلی جالبه ها، میز شما بشه کامپیوتر شما. بذار اینجوری بگم. نه نه نه، یعنی کامپیوتر شما بشه میز شما. بازم نشد.
البته میشه ها، یعنی این آنچنان تصور و آرزو نیست. شرکت لیون لی اومده همچین کاری رو انجام داده، اومده کامپیوترهای میزی ساخته، نه اومده میزهای کامپیوتری ساخته. ببینید الان توضیح میدم واسهتون واضح میشه. شرکت لیون لی اومده یک سری میزهایی رو طراحی کرده که این میز یک صفحه لمسی داره. خیلی جالبه ها، این میز کامپیوتر شماست و این صفحه لمسی و ضد خش و نشکن میتونه زیر ظرف غذای شما قرار بگیره و حتی میتونه میز تحریر شما بشه. شما میتونید از طریق درگاه‌های مختلف هارد و درایوهای مختلف رو به کامپیوترتون وصل بکنید و در اصل میزتون رو کامپیوتر خودتون قرار بدید. خیالتون راحت، شما به خاطر اینکه میتونید کارهای مختلفی با این کامپیوتر انجام بدین و آپدیت‌های مختلف در مورد اون انجام بدید، میتونید روی اون به عنوان یک کامپیوتر بسیار قوی حساب باز بکنید. حالا خیلی جالبه ها، تصور کنید که شما میز خودتون رو، یعنی همون میز کامپیوترتون رو گذاشتین گوشه اتاق و روی اون یک گلدون گذاشتید. بله یک گلدون، و وقتی که میخواین برین به گلدونتون آب بدید میتونید کارهای کامپیوتری و اینترنتیتون رو انجام بدید. شما مشغول غذا خوردن هستین و میتونید ایمیلتون رو چک بکنید. شما میتونید یک کتاب بخونید و همزمان از اینترنت که یعنی در اصل همون میز خودتونه میتونید نسخه های دیگه اون کتاب رو آپدیت بکنید و دانلود بکنید. خیلی جالبه ها. میترسم یه روز دیگه بریم جلو ببینید دستکشمون شده کامپیوتر، یا اصلا یه گلدون، یه گلدون رو کردن کامپیوتر. جالبه، در دنیای تکنولوژی با ما همراه باشید. پنجره دلم تا که وا میشه، وای تو دلم چقدر غوغا میشه، شروع هر خالی با ذکر خداست، نام خدا زینت دلها میشه، نام خدا زینت دلها میشه. پنجره دلم به غیر از خدا بسته، به روی هر چی ظلم و خطا، که خونه خدا قلبمه، جا نداره توی دل من گناه، جا نداره توی دل من گناه. ما بچه های شیعه که اهل هر دیاریم، همیشه رو لبامون ذکر خدا رو داریم، ذکر خدا، ذکر خدا، ذکر خدا رو داریم. ما بچه های شیعه که اهل هر دیاریم، ذکر خدا رو داریم، ذکر خدا، ذکر خدا، ذکر خدا رو داریم. تا اسم پنجره به گوشم میاد، میره تموم غصه هایم از یاد، کبوتر دلم به مشهد میره، دخیل میشه به پنجره فولاد، دخیل میشه به پنجره فولاد. امام رضا امامی مهربونه، درد تموم عالم ها میدونه، من بیشتر از هر کسی دوستش دارم، اینقدر که فقط خدا میدونه، اینقدر که فقط خدا میدونه. ما بچه های شیعه غمی به دل نداریم، تا وقتی که تو سینه عشق رضا رو داریم، عشق رضا، عشق رضا، عشق رضا رو داریم. ما بچه های شیعه غمی به دل نداریم، تا وقتی که تو سینه عشق رضا رو داریم، عشق رضا، عشق رضا، عشق رضا رو داریم. یه پنجره دلم رو می سوزونه، آرزوی تموم شیعیونه، هر کی میره به پشت این پنجره فوری میشه عشق چشاش روونه، فوری میشه عشق چشاش روونه. پنجره بقی قربت داره، یه عالم غصه و مهنت داره، غم میگیره سر تا سر وجوده، هر کسی که قصد زیارت داره، هر کسی که قصد زیارت داره. ما بچه های شیعه همیشه سرفرازیم، آخر برا آقامون صحنه حرم فساز،
به بخش آیتم مهمان ویژه خوش اومدین. امروز اومدیم سراغ شغلی که بیشتر مربوط به پوشش ما میشه، شغل پارچه فروشی. با ما همراه باشید. آقا سلام، حال شما خوب هستین؟ از برنامه پنجره مزاحمتون میشیم، خواستم یه گزارش ازتون بگیریم. موافقین؟ خوب هستین شما؟ میشه خودتون رو معرفی کنید و بگین که در چه شغلی مشغول به کار هستین؟ خواهش می‌کنم. من شغلم پارچه فروشی علی هاشمی هستم. عرض کنم حضورتون که یک سوالی دارید بفرمایید، در خدمتتونم. چی شد که وارد این حرفه شدین؟ من شغلم خوب همین بود، این کار شغل رو دوست داشتم. از خیلی سال قبل، حدود 50 سال قبل اومدم مشغول این کار شدم، تا حالا هم ادامه داشته و به حمدالله موفقم بودم. عرض کنم که خب البته ممکنه گاهی اوقات کسادی هست، گاهی اوقات بهتره، گاهی اوقات نه. به هر حال ادامه دادیم تا به حال، مشکلی هم نداشتیم به حمدالله. آیا شما فرمودین که تا الان آدم موفقی بودین، میخواستم ببینم که رمز موفقیت شما در چیه؟ من رمز موفقیتم رو پشت کار خودم میدونم و لطف خدا بوده تا به حال، به حمدالله هم پشت کارم خوب بوده، هم ادامه دادم، هم از کسادی و رواجی و بود و نبودیش ناراحتی نداشتم، ادامه دادم و به حمدالله تا حالم موفق بودم و ادامه دادم. تو این چند سال کاری خاطره خاصی مد نظرتون هست؟ عرض شود که خاطره که ندارم، البته خب گاهی اوقات مثلا احتمال داره پارچه پاره مت کرده باشیم بر مشتری، مثلا 10 متر و 5 متر پاره کرده باشیم یا 12 متر پاره کرده باشیم اشتباهاً. گاهی اوقات ما چون عادت داریم بعد از اینکه پارچه رو برش میزنیم مجدد مت میکنیم، به این اشتباهمون پی میبریم و برمیگردیم. وقتی اون تکلیف اون پارچه که اشتباه بریدین چی میشه؟ اگر تونستیم مشتری رو قانع میکنیم، اگر نشد میذاریم زمین مجددا تاغش، برای مشتری اون مقداری که میخواد پاره میکنیم. توصیه‌تون به افرادی که میخوان وارد این حرفه و شغل بشن چیه آقای هاشمی؟ عرض شد وجودتون که این افرادی که میخوان وارد این کار بشن باید خیلی با حوصله، با صبر، با خیلی باید صبر داشته باشن. به هر حال چون بعضی از مشتری ها، بعضی از خانوم ها، حتی آقایون هم خیلی میانه اینو باز میکنن، تاقه بعدی گاهی اوقات 10 تاقه رو باز میکنن و نمیخرن. خیلی آدم باید خون سرد بشه، خیلی با احترام مشتری ها رو تحویل بگیره، ناراحت نشه، به قول قومی ها از کوره به در نره. بله. تا به هر حال میتونه موفق باشه، ولی در غیر این صورت بعیده که بتونه ادامه بده کارش. درسته. میتونیم چند نمونه از پارچه هاتون هم اینجا ببینیم؟ بله. از کدوم مثلا منظورتونه؟ پارچه های ایرانی، خارجی؟ کلن ایرانی داریم. کلن ایرانیه کاراتون؟ خیلی هم عالی. همین پارچه های ما ایرانیه. بله. اون پارچه که اونجا هست چیه؟ نقش و نگارای خیلی جالب و قشنگی هم داره. اونا رو فرشی، اونا پارچه هست برای رو فرشی. بله، استفاده میکنن که فرش کثیف نشه، یه غذا میخوان بخورن یا سفره میخوان پهن کنن، اونا رو از اونا استفاده میکنن که اضافه های غذا نه. نقشه نگاره خیلی جالبه. بله، اونا نقشه های جدیده، میتونم یکشو باز کنم. بله، ببینید. بله، لطف بکنید، ممنون میشه. خیلی طرحهای قشنگی، دستباف که نیست نه؟ نخه. درسته. بعد جنسش از چیه؟ جنسش نخیه، البته مواد هم درش کار رفته. درسته. و رنگش هم ثابته، جنسش هم خیلی خوبه، رنگ در رنگهای متنوع. بله. عرضهای مختلف، همه رقم هست. اینو این طرح هست، طرح جدیده،
و چارخونه داره، راه راه داره. آقای هاشمی عزیز، خیلی ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین و اجازه دادین خدمتتون برسیم. از شما خدافظی میکنیم. متشکریم. امری نیست. قربان شما. مرسی. متشکرم. خداحافظ. همچنین. خدا نگهدار. به بخش پایانی برنامه خوش اومدید. ضمن تشکر از پیام‌ها و راهنمودهای خوب شما، به علت ضیق وقت قادر به خوندن پیشنهادات و پیامات شما در این بخش نیستیم. ازتون عذرخواهی میکنیم و بار دیگه عید مبعث رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. پیامبر اکرم صلی الله در مقام و منزلت معلم میفرمایند: در میان صدقه هایی که مردم میدهند، هیچ صدقه ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیست. بدان آن خدایی که گنجینه های آسمان ها و زمین به دست اوست، وقتی به تو اجازه دعا داده است، یعنی که اجابتت را بر عهده گرفته است. پس در این شب زیبا اجابت همه دعاها و آرزوهای قشنگتون رو از خداوند منان خواستاریم. و در پایان میگوییم: الها، ما بی صبرانه منتظر معلم موعود برای نجات بشریت از جهل آخر الزمان هستیم. اللهم عجل ولیک الفرج. آمین. خدا نگهدار. یا حق.